و از بخی خدمت شما عزیزان الناتان با هستم به شما خوش هفتوم. آمد میگیم به برنامه روز هفتم با ناظرین عزیزم هستم و دوست خوب پردیز کنم بله منم درود میگم به شما عزیزان شنوندگان و بینندگان رادیو و نک با برنامه روز هفتم در خدمتون هستیم بله امروز 16 ژوئیه است دیگه تو ایران شده 19 ما یاد بگیرم روز فردا رو بنویسم چون ما یه روز ق... قبل چند از اون عقبیم 28 آه. تیر بله اونجا دیگه شده میگن خیلی گرمه تو ایران حالا امیدواریم که همه خوب هستید در آرامش هستید میریم امروز با هم برنامه برنامه‌ای خواهیم داشت تحت عنوان روز هفتم و میخوام راجع به معضل خرافات با شما صحبت بکنیم حتما شنیدید که یکی از معضلاتی که مردم دنیا را امروز مخصوصا ما فارسی زبان را بدون اینکه بدونیم حتی از اون مطلع باشیم گرفتار کرده گرفتاری در زندگی همراه با خرافات هستش حالا من اینو که میگم از اینجا نتمالا خیلی میگم اگه ما چیکار میکنیم که خرافات باشه ولی واقعا دامن ما فارسی زبان را گرفته این موضوع نه فقط از جانب خدای حقیقی کاملا مردوده و باعث خشم و میشه بلکه گرفتاری بسیار رو در زندگی ما همونطور که هستیم و داریم میبینیم و میشنویم به وجود آورده نازن جان هم تو که به خوبی اطلاع داری هندی که از اقوامی هستن که بسیار با موزل خرافات گرفتار هستن زیاد. زیاد. هندی ها که خیلی زیاد بله. مشغول خرافات هستند و زرتشتی ها تو ایران هم تو هند هم زرتشتی خیلی زیاده و کلا این قوم زرتشتی خیلی خرافاتی هم اونهایی که سنتی هستند و یه جورای درگیر خرافات بیشتر هستند و خرافات ارسی ماروسیه ماروس. یعنی من، آره منتقل میشه یعنی مادر بزرگ میشینه یه سری حرفا میزنه بچه ها باور میکنن و اونها هم داستانها رو میپذیرن و این متاسفانه. خیلی زیاده تو زرتشتی تا اونجا هم. که من میدونم،, میدونم خیلی خرافات زیاده حالا در برنامه بیشتر صحبت آره حالا به آقای, آقای، راجع به هند صحبت کردیم آقای ماتما گاندی گاندی در این خصوص گفته تا زمانی که خرافاتی وجود داره که مردم باید از قوانین ناعادلانه تبعیت کنن بردهداری هم وجود خواهد داشت یعنی بدونی که مردم بدونن در اینی که خرافات رو را رعایت میکنن و انجام میدن ناخداگاه برده یک ناعدالتی قوانینی میشن که در اطرافشون هستش این موضوع به طور خاص ما می‌بینیم در ایران هم الان صادق هست و بسیاری مردم برده خیلی چیزا هستن برده خیلی از عواملی که خودشون خبر ندارن دقیقا و ما شاهد هستیم که چطور حتی در این شهر لس آنجلس ما چطور خرافات زیاده یعنی فکرشو نمی کنی ولی تو ورزشکاران خرافات هست امه. تو هنرپشای هالیوود خرافات هست و بعضی وقتا میبینی که وقتی دارن تو هالیوود جایزه میگیرن یک چیزی با خودشون دارن یه عروسکی، یه دستمالی، آره. یه عکسی و این... میگن که این به من شانس میاره آدم تعجب میکنه تو هالیوود تو افراد باسواد اینطور خرافات همه همه هستن همه هنرپیش ها با باسواد نیستن هستن؟ همه؟ دیگه باید باشن دیگه پس با هالیوود چیکار واقعا قرق هالیوود دیگه رفته هنرپیش شدن واقعیت جاست که موضوع که واقعا موضوع خرافات آدم نمیشناسه یعنی فرق نمیکنه کجا قرار گرفته کی هستش حالا شما به بعض از اون اشاره کردید که حالا احتمالا اغلبشون هم با قول شما با سواد هستن ولی متاسفانه دامن اونها رو گرفته یعنی این وقتی وارد خونه زندگیشون میشی که ما نشدیم البته ولی میشنویم راجع بهشون صحبت میشه و یا خودشون دو گفته‌هاشون میگن اینگونه باورهای اشتباه رو به خودشون هم میکنن تو فیلماشون هم, هم هست آره تو رو آره. هم هست امه. تو ورزش هستش امه. خیلی ها در ورزشکاران اعتقاد دارن به چیزهایی که امه. امه. به نظر ما خنده داره تو ولی... ایران دارن تو ایران من شنیدم در این یک سال گذشته بیشتر البته اغلب کسایی که فوتبال بازی میکنن حتی سراغ دعانویسی رفتن باقی وقتا میخنده میگه مگه میشه ولی واقعیت اینه که مردم این باورها رو با خودشون هم میکنن و جدی میگیرن این بله. باورها رو جدی میگیرن و ام. احساس میکنن که واقعا اینها کارساز هستش ام. براشون درسته. و این باورها جزو زندگیشون شد متاسفانه ام. ام. و میدونیم که خرافات دروغه ام. و هیچ راستی توش نیست درسته. و فقط افکار مردم رو درگیر خودش میکنه درسته یه اصارتیه جالبه من داشتم فکر میکردم خیلی از هموطانه ما که میرن به ترکیه بر بگردن چون ترکیه شده که از استانهای ایران نگه اما کجاییم هفته پیش آخر هفته رفته بودم ترکیه وقتی میرن خیلی از چیزایی که به خودشون سوغات میارن چیزای زیبایی نیست که در ترکیه وجود داره شما میدونید ما شما اونجا زندگی کردیم خیلی از این اشیایی که اونجا وجود داره که به همه جا وسکن زیر ماشینشون وصل میکنن تو اتاق خوابشون میزنن توی محل کارشون همه جا هستش اینو با خودشون میبرن میگن بگید چیه خب دادیم که کسی با چش نزنه و نمیدونن که عقبه اون چیه اون چیزی که پشت اون خوابیده چی هست ما البته سال گذشته همین موقع بود فکر کنم یا موقع هالووین بود به خرافات صحبت کردیم واقعا اینو من میبینم در گوشه گوشه ایران هستش حتی اینجا هم دیدم تو بعضی از مغازهایی که از این بدر ایجاد میفروشن وجود داره نمیدونن چیه حالا تو پاکستان هست به قول شما تو هندوستان هست در خیلی از کشورها ولی اینکه انسان ها به سمت اونا میرن چیز جدی نیستش شما اشاره کردید بین که از توسط شاید بزرگترها به ارث میرسه به بچه ها و نواهاشون در آین قبلی هم بوده آین زرتوش تو ایران بوده حالا اسلام که اومده همچین مخالفتی با خرافات نداره شاید وجود داره یا صحبت میکنن ولی یه جوری خودشون ترویج هم میکنن مسئله رو ولی افرادی هستن که مسبب و مقصر خرافه پرستی رو مذهب میدونن. که البته میتونه مذاهب و اعتقادات کاذب یا دروغین مسبب و مشوق چنین تفکراتی باشه اما مسلما تعلیمی که از جانب خدای واقعی باشه چنین تفکرات و روش زندگی رو محکوم میکنه و رد میکنه محکوم میکنه و رد میکنه شاید شما هم با ما موافق باشید آیزان که ما رو دارن میبینن یا میشنون معتقد باشید که پایه و اساس خرافات اعتقاد به قدرت های جادویی از روی نادانی داره آدما نادانی که میگه عبارت منفی نیستش که بخوام کسی توهین بکنیم بلکه به این موضوع که آدما اطلاع ندارن تحقیق نکردن صرفا یه چیزی بهشون منتقل شده خوش شمید. زیبا بود آویزون کردن به گردن بچم <applause> یا به نظرم خوشیان بودش من یادمه که تو ایران آره خیلی میگم یه بیبی که به دنیا اومد یه سری آیا رو توی دستبالی بستن بهش بیچست سنجاق میزدن <applause> میدونید خب حالا اون چی هست چه قدرتی داره فقط یکی بهشون گفته فیفی گفته زیزی گفته این کار میکنن ولی این جنبه نه فقط جنبه خرافی است بلکه بت میدونید میدونی خرافات و بت چیزی است که خدا متنفره اه ما در برابر خدا جوابگو خواهیم بود و خدا قبلا گفته که کسایی که بت و خرافه پرست هستند وارد ملکوت خدا پادشاهی خدا نمیشن نه. پس من خواهم یک گفتی رو بگم خیلی جالب میگه آقای تئودور روزول گفته که خرافات در علم به اندازه خرافات در الهیات وجود داره فقط در مذهب نیستش که بگیم آ این مذاهب کار ما رو خراب کردن اگه این مذهبیون نباشن حالا شاید واقعا بعضیشون نباید باشن بعضی از عقاید مذهبی اه، ولی اه، نباشن حل میشه ایشون میگه که فقط در الهیات نیستش بلکه خطرناکتر از اون هستش که زیرا کسانی که از اون رنج میبرن عمیقا متقاعد شدن که خود رو از هر گونه خرافات رها میکنن دارن این کارو میکنن علم هم هستن به عبارتی فکر میکنم با این کار دارن خودشونو آزاد هم میکنن رها میشن ولی شنوندگان از ما و بدونن که ما نباید نیازهامونو که معمولا به فارسی چیزی که رواج داره با هم دیگه در عام صحبت میکنیم حاجت گفته میشه یا حاجتمون از اشیا یا انجام مراسم مذهبی ساخته شده به دست انسان و یا افرادی که در گذشته مردن مثلا نمیدونیم گذشته چی بوده فقط شنیدیم این آقای مثلا مرد مقدسی بوده که هم چیزی هم وجود نداره کسی مقدس باشه یا آدم خوب بوده به دستشون رسیده و هم فکر میکنن که با انجام دست کاری که انسان کرده میتونه حاجتشونو به دست بیارن بلکه سرچشمه دریافت برکات و حاجت ما فقط خداست جز خدا کسی که نمیتونه این کار بکنه بنابراین من چیزی که میخوام اینجا اشاره بکنیم توی برنامه بیشتر راجع صحبت خواهیم کرد در چند دقیقه بعدی هر آنچه که به دست انسان ساخته بشه که ما بخوایم بهش متوسل بشیم یا درخواست حاجت بکنیم کاملا است چون بوت هستش درسته نه فقط همین چون داریم انسان مثل من شما نگه <applause> آره و ببین هر چیزی که از خدا نیست امه. یعنی اگه اعتماد ما بر خدای واقعی نباشه بر چیز دیگه باشه میشه بوت درسته چیزی که جای خدای واقعی ها بگیره میشه امه. بوت درسته آره. پس بوت برستی وقتی که من به یه شی اعتماد میکنم یعنی اون شی بوت من شده ام. اگه آره. مثلا همین چشمایی که شما گفتی از ترکیه میاد اگه به اینا اعتماد میکنم این میشه بت من اگه به انسانی اعتماد میکنم اون میشه بت من پس هیچ چیزی نمیتونه جای اعتماد بر خداوند رو بگیره مثلا انسانه که مردن مثلا اونایی که مردن آره. اونهایی که حالا شاید اعتبار خوبی به جا گذاشتن شاید هم گفته های خوبی به جا گذاشتن ما خیلی از گفتهای عزیزان تو برنامه ها همیشه کوت میکنیم مطرح می میکنیم ولی اعتماد ما بر اونها نیست توکل اونها خدای ما نیستن اه اه اه. حرفای قشنگی زدن ما استفاده میکنیم، ولی متکی به زندگی و اعتماد به اونا نیستش پس خیلی آره مهمه ببیبیم. که مواظب باشیم لازم جو ما خودمونو میشناسیم میدونیم چه نکات مثبتی داریم چه نکات منفی داریم حالا کار ما نیست که بگیم که این ور ترازو تره یا اون ور ترازو تره به حال هر انسانی خصوصیت خوب داره ضعف خیلی زیادی هم داره که ما میدونیم خب اگر افرادی که قبل از ما بودن آدمایی بودن مثل من و شما دو, دو تا پا داشتن دو دست داشتن دو چش داشتن گوش و دهان داشتن اون هم مثل ما زندگی کردن و اگر زبان داشتن و اگر صادق بودن شاید همین اشاره میکردن گفتم ببینید حقیقت که منم آدم کاملی نیستم مهم. حالا نه فقط اونها بلکه انسانایی که امروز خب خیلی از مردم دنیا عقل گرا و علم گرا هستن که من مشکلی باش ندارم ولی وقتی ما متوسل میشیم به چیزها میخوایم که نیاز اون برآورده بشه خیلی از وقعات ما شکست میخوریم حالا آدمی که مرده و ما میریم سراغ اون که بخواد برای ما کاری بکنه یا اون خانم آقایی که بر حسب عادت و بر حسب درآمد و بر حسب امرار داره این کار میکنه کاملا مردود همینجا توی خیابونا من میبینم که بعضی از همسایه های اینجا ها برای خودشون هم بیزینس وا کردن اون چطوری میتونه منو کمک کنه حالا منی که میرم به متوسل میشم از او حاجت میخوام چقدر بیچاره تربت باشم که اعتمادم به اون هستش من در واقع میخوام که بیرنه ها شنوانده خود با اونو که من محترم هستن با این موضوع رو برو بکنم که ما خیلی با ارزش از اینا هستیم که بخوایم زندگی اون دست کسایی بذاریم که نمیدونیم کیان ازدواجش چیه اعتقادش چیه درآمدش کجا هستش پس واقعا خیلی مهمه که ما اینو مردود بکنیم حالا ما سعی میکنیم تو این برنامه راجع به خرافه پرستی که سرچشمهای متعدد متعددی داره که مردم به خرافات مثلا رغبت دارن به دلایل مختلفی به ششاره بکنیم چند نکته رو خواهیم گفت با ما باشید اولین چیزی که میخوایم بهش صحبت کنیم که کاهش استراب و افزایش کنترل با میشه که خیلی از مردم به سوی خرافات رو بیارن کاهش استراب و افزایش کنترل بسیاری کار میکنن چون وقتی این کار میکنن حس کنترل بیشتری بهشون دست بده احساس میکنم ببین من میدونم فردا چی میشه دیگه ببین برای من این دعا رو خونده مم. یا این شی که من بهش متوسط شدم من کمک میکنه پس من فهم میکنم که آینده من که غیر قابل پیش بینی هستش رو میتونم بهش کنترل داشته باشم این غلطه شما نمیدونیم چی میشه انجام دادن یک عمل خرافی میتونه با کاهش به کاهش استراب من کمک کنه این افرادی این فکر رو می کنن. و احساس اطمینان و امنیت بیشتر رو به آدما میده وقتی این کارو میکنن ولی اگه خوب دقت کنیم با توجه به این نکته مردم بیشتر بر خودشون متمرکز هستن من نمیگم ما نباید خودمون دوست داشته باشیم ولی متمرکز شدن بر خودمون اینکه چگونه میخوایم کنترل زندگی به دست خودمون بگیریم بیشتر اتفاقا ما رو مضطرب میکنه چرا چون هرچی جلو تام میگیم نشده. آره من آدمای زیادی دیدم که گفته ما از ایران بریم همه چی خوب میشه بعد رفتن کشور دوم دو مثلا مثل ترکیه التماس میکنم ما از ترکیه بیایم بیرون کاش که نمیومدیم چه غلطی کرده اومدیم بیرون بعد بیان آمریکا من مسافرت زیادی میکنم به اروپا هم که رفتم میبینم میگن ای چه کاری کرده اومدیم اینجا گفت خوب با کسی براتون فرش قرمز گذاشته دو دلیل داره یکی انسان ها هیچ وقت ساتیسفای نیستن یعنی فکر نمیکنن که بالاخره همه چی خوبه هر جای دنیا برن احساس خو... کمبود خواهند کرد و دوم اینکه چون میخوان زندگی خودشون کنترل بکنن و نظارت داشته باشن من جمله انجام خرافاتی که راجعش صحبت میکنیم و به نتیجه نمیرسن نامید میشن من سوالم اینه که چند نفر میتونن گواهی بدن که وقتی چنین مراسم و چنین اعتقاد داشتن به موفقیت دست پیدا کردن مردم گوسفند میکشن خونش رو زیر ماشین میریزن به بچهش رو میمالن اون بدبخت بیچاره گوسفنده چه میدونه که قد خونش مقدسه که مردم داره این کار رو باش میکنن بعد که میکشنش ولی واقعا چند نفر موفق شدن که اگر این باشه مسلما موقتیه مثل شخصی که الکل میخوره یا دقایق رو شنگول منگوله ولی وقتی مشروب یا اثر الکل ازش بیرون میره سردرد میگیره مشکلات دیگه داره و حتی نامیتر میشه چون که برمیگرده به واقعیت زندگی خودش پس این اصلا به استراب و آرامش ما هیچ کمکی نمیکنه درسته خرافات بزنکه. دقیقا من یادمه که در هندوستان میگن که شب مهاتو نزن یا ناخوناتو, ببنید ببنید ناخوناتو نگیر ناخوناتو نگیر از هندی آره هند این خیلی مرسونه من یادم بچه بودم خب ناخونامو شب گرفتم صبح کازین تصادف کرد و همه میگفتن تقصیر توه تقصیر توه چرا تو گرفتی آه. خب اون در بچگی احساس من شب گرفتم ما نشد در بچگی احساس ترسی به دست میده موازبی یعنی خود رو مقصر میدونی بعد موازبی که دیگه مثلا ناخونه شب نگیری ولی من این استراب فکر کنم مثلا یه چند ماه طول کشید بعد اصلا فراموش شد و خب شبانه خون میگیرم و اتفاقی نمیفته و بعد مازه باشیم که چه چیزهایی هم باور میکنیم چون آره. آنچه که باور میکنیم سرمون میاد امه. و ما رو بیشتر مسترب راجب صحبت کنیم ما در خوب گفته خرافات ها باور میکنیم سرمون. بله اگه این خرافات ها رو باور کنیم سرمون میاد درسته، اتفاق میافته اره. بس بعد مازه باشیم امه. و خب تاثیرات فرهنگی خیلی دخیل هستش امه. همطور که گفتم خیلی چیزها رو ما از بزرگتره یاد میگیم درست نه؟ مادر بزرگ میگه این کار رو نکن ما میترسیم اون کار رو نمیکنیم پس تاثیرات فرهنگی اجتماعی اینها در خانواده ها ریشه پیدا میکنه داره. و خرافات ها همجوری پخش میشه چرا؟ چون مردم باورش میکنن ام. این خرافات ها رو باور میکنن امه. و اعتقاد پیدا میکنن به خرافات ها و مواظبن که اونها رو انجام دادن و خرافات میدونی یه ترسی میاره آره؟ یه ترس ترس غلط میدونی از تعلیم های غلط این ترس ها میاد که این ترس ها خدایی نیست هرگز و ترس البته در خداوند ما باید ترس از خدا رو داشته باشیم احترام به خدا رو داشته باشیم ولی مواظب باشیم که از انسان نترسیم و از چیزهایی که میدونین ما رو به اسارت میکشه نترسیم درسته پس اگر کسی نظری میده یا فریزه ای را با دیگران در میون میذاره فرضیه اقلا باید چند فاکتور رو داشته باشه بله. درسته اه. ام خب اینجا رو شما بگی اولا که اگه صاحب نظر هستش به این معنا که اون موضوع رو خوب مطالعه کرده باشه چرا من اینو نوشتم صاحب نظر اگر هستیم برای اینکه ما ایرانی راجع همه چیز نظر میدیم نظر میدیم اگر سیاست میشه بلافاصله فاصله نظر میدیم میشیم سیاست مدار اوکه. اگر فوتباله که میشیم گزارشگر فوتبال اگر مذهبی بالاخره تو هر قسمت علمی هستش ولی اگه کسی داره نظر میده که ما میخوایم اونو پیروی کنیم مثلا دوست من ناخوناتو شب نگیر یا مثلا این کار نکن آیا واقعا چقدر این موضوع رو مطالعه کرده و من باید بدونم کسی که داره به من این چیزو میگه اون کی هستش جوانه به اون رو خوب بدونه یعنی تجربهش هم که داره میگه حتی اگه تجربه اون بوده بدونی دلیلش چی بوده چون خیلی اتفاقا میافته که ما نادرسته میزنیم گردن این اون خدا و این حرفها. اوکی okay, پس چند تا فاکتور باید داشته باشه صاحب نظر هر این بله صاحب نظر از کسی که این خرافات ما میشنویم <applause> قبل از اینکه باورش کنیم این دو تا مورد رو ما در نظر داشته باشیم که چقدر معلومات داره اوه. و چقدر راجب اون, موضوع. راجب اون موضوع و چقدر صحت داره اون موضوع بله. یعنی ثابت شده است از, از طرف ما ایرانی شنوانه آقل باشه دیگه آه. نه؟ خب و دوباره دو این فاکتور اینه که زندگی اون شخص مهمه درسته؟ این خیلی مهمه زندگی آره. اون شخص نشون میده آره. که اه اه این نظری که داره میده یا این ای که داره پخش میکنه آیا در زند زندگیش ثابت کرده یعنی زندگیش نشون داده که عاقل هستش و خودش در پاکی و در صحت داره زندگی میکنه اساس اون گفته هاش رو آره. ما باید دقت کنیم اینه. و مواظب باشیم آره. بله. پس خیلی مهم ببینید وگرنه حرف زدن خیلی راحته میدونید همه میتونن حرف بزنن همه میتونن نظر بدن هیچ هم توی مملکت جو کسی نمیگیره ولی ما باید بدونیم اگر کسی که داره همچین نظری میده کجا قرار گرفته میدونی آیا اگه راجب به ازدواج صحبت بکنه ازدواج رو چطوریه موفقه اگه موفقه به چه قسمت موفق هستش اگه یک کسی هست که بیزینس رو شروع کرده چطوری بیزنس رو شروع کرده من حق دارم بدونم بلکه میخوام اون چیزی رو که او داره میگیره پیگیری بکنم نه میخوام مدل من بشه در خصوص خرافات هم همینه آدمایی که صحبت میکنه اگه شما بخواید مطالعه بکنید مخصوصا تو کشور از ما ایران وقتی نگاه میکنید سر آدمایی هستن که عامی هستن لزوما بی نیستند. نیستن آدمای ساده اینقدر مردم ما آدمای خوبی هستن که به راحتی می‌بینی رهبر مذهبیشون رو توی کره ماه می‌بینن حالا کی دیده چی دیده نمی‌دونیم حالا موقع فتوشاپ هم نبوده که بخوام بگیم تقسیم فتوشاپ بوده مم. ولی چطور باور می‌کنند چطور این رو انجام میدن به خاطر که منی که دارم این من منتقل میشه رو خوب تحقیق نکردم بنابراین به نظر من نظر دوم که شما گفتید تاثیرات فرهنگ و اجتماعی خیلی میتونه موثر باشه در در واقع دریافت خرافات با اینکه ما ببینیم هندیا که امروز جزوشو شده راجع صحبت می‌کنیم الانم پیشون رفته می‌کنه هندیا رو دیدم من ولی با باسوادی هستن خیلی هاشون خیلی آره. یعنی این کمپانی های تک و نگاه کنی آره. نصفشون هندی هستن ولی چون عملا. واقعا مغزن تو کامپیوتر و چیزهای تکنولوژی مهم. و خیلی چیزها رو آره. در خود کشورشون پیش رفته هستش ولی چی اعتقادات ابتدایی رو دارن متاسفانه یعنی خب خرافات های ابتدایی و خب درسته هیچ فرهنگی کامل نیست هیچ انسانی کامل نیست ولی دیگه خرافات یه چیز خیلی بیسیک هستش که هر کسی اگه یه ذره روش فکر کنه اون کار رو انجام نمیده هم. یه ذره فکر کنه که داره. من مثلا اگه این شی او اینجا آویزون کنم برای من شانس میر یا نمیر آخه داره. شانس اصلا معنیش چیه یه ذره روش فکر کنید و فکر کنم دوستان فکر کنن ما بریم آگهی یا برگردیم درسته؟ آره بریم زمان آگه خانمه. یه ذره رو خرافات فکر کنید میریم برگردیم جای نرید یا بخورد بیاید با شما خواهیم آره. با باشد. بله برمیگردیم خدمتتون به برنامه روز هفتم گوش میکنید بعضی این ترانه خوبی که شنیدید میدونم که یه لیوان آبم خوردید در خدمت نازنین خانم و پردیس خانم گل ما هستیم که اینجا متخصص اتاق هستن بله و داریم راجع به خرافات صحبت بله میکنیم بله و چه چی چیزهایی باعث خرافات میشه ریشاش کجاست ریشاش کجاست و بله نقطه بعدی اینه که تجربیات شخصی و شنیدنی های ما درسته آنچه آره. که خیلی از اوقات خیلی از دلالی که در مصب... چیزی که سبب میشه که مردم سراغ خرافات برن تجربیات و شنیده های افراد هستش افراد ممکنه به دلیل تجربه شخصی با شنیده های خودشون از تر... دیگران به خرافات معتقد بشن همونطور که گفتید به مادر بزرگ اشاره کردید میتونید همین مادر بزرگ اینجوری نیست البته شما نیستید دیگه درسته مادر اما این موضوع در میان ما فارسی زبان ها بیشتر رواج داره به طور مثال اگر کسی تجربه مثبتی از, ت... از یک عمل خرافی داشته باشه اعتمالا اون عمل پایبند میمونه چون تو ذهن خوش تکرار کرده تکرار کرده و بعد خیلی با خیلی از افرادم که صحبت میکنه میگه من شنیدم از کجا شنیدی گاهی وقتا یادم نمیادش من دیدم افرادی که میگه یادم نمیادش ولی شنیده از گذشتگان به ذهنشون میرسه ولی سوال اینجاست آیا ما باید بدون به اون بدون هیچ اطلاعی باور کنیم بدون هیچ تحقیقی باور کنیم آیا تجربه اون شخصی که به این موضوع خرافی اعتقاد داره هر چه قدم درست باشه در زندگی منم هم همون خاصیت ها رو داره یا اون تجربه شخصی اون فرده میدونید هر کسی باید خودش تجربه کنه مثل بچه های اینجا میمونه که به دنیا آمدن یا ایرانی نیستن مثلا میگه این غذا رو بخور میگه ایو اصلا نمیدونه که غذا مثلا ادویاتش چی هستش حالا شو قاشو بخور اگه کار نکردی خوب آره، نخور دیگه نخور آره. میدونی گاهی وقتا ما هم اینجوری هستیم یعنی صرفا از یکی به ما گفته و شنیدیم ولی ایزان شما حق دارید که هر باور تحت هر نامی که باشه خودتون تجربه کنید امه. حتی یه بار تجربهش کنید هر چقدر هم اسم زیبایی داشته باشه فرق نمیکنه اسمش چیه بعضی از ها خیلی جلوه زیبایی داره خیلی زیباست ولی شاید مثل یه فیلم هندی مونه امروز میگم دوباره روز هندیاس یه فیلم هندی مونه. یه خرافاتی پشتش هستش اسم زیبا دلیل نمیشه که اون چیزی باشه که من بعد بهش عمل کنم بعد بخونم ما در اصل زندگی میکنیم که همه چی در, در دسترس هستش توی شفاهات مجازی هست توی وبسایت ها هست توی اینترنت ها هست البته مهم کدوم رو چک میکنیم یعنی اولین جایی که باید شما, باید شما نگاه کنیم که اون درباره این وبسایت چیه کیه بنیانگذارش کیه چه عقیدهای هستش پس شما حق دارید که چک بکنید و بخونید ولی اینطور نیست که ما بگیم فقط یه منبع وجود داشته به دست ما رسیده امروز در سراسر دنیا دنیا ارتباطات مردم خیلی از مسائل تحقیق کردن در دنیای آزادی مثل آمریکا که آزاده هر چقدر مردم میگن آمریکا اخه اوخه آزادی عمل دارید شما شما میرین رئیس جمهور مملکت رو میارن زیر سوال حرفاشو حرکاتشو نگاهاشو سابقهشو همه رو ذره بین در میارن پس اگه ما در چنین عصری زندگی میکنیم ما حق داریم که بریم تحقیق کنیم و ببینیم که آن چیزی که به دست من رسیده به گوش من رسیده از فیفی شنیدم از زیزی شنیدم از شایده هم، شایده هم، چیا هستن کی هستن پس بعد این کار بکنیم چون خیلی از وقتها ما دنبال این صور افراد اعتقادات میریم بدون که بدونیم از کجا آمدن بعدا شاید توی بعضی از رسانه ها گفته بشه اون شخص کی بوده بدونید مه. برای خیلی از وقت توی نسلی میگذاره خبر نداره متاسفانه عره. و عامل آم... دیگه ای که آدم ها به سوی خرافات میکشه مه. ناتوانایی در توضیح علمیه ما دلست. بعضی چیزهای علمی هستش و ما نمیفهمیم ریشه این باور از کجا اومده این علم به طور کامل برای ما توضیح نمیده پس متکی میشیم به خرافات داستانهایی اختراع میکنیم در صورت که همه ای ما میدونیم اونچه که انسان اختراع میکنه هیچ وقت کامل نیست درسته آیفون همیشه آپدیت داره نمیدونم یه ماشین میگیری بهترش فردا در میاد پس هیچ آره. چیزی کامل نیست و این ناتوانی یا یا این توضیح نداشتن یا کامل نبودن همیشه ما رو به طرف خرافات میکشه موضوعایی که ما قادر نیستیم اونو ساده توضیح بدیم اونو پیچیدش میکنیم تا اینکه یه جوری خودمون رو بقبولونیم که بله این حتی اون فرضیه داروین که خیلی ها دارن باورش میکنن که انسان از میمون به وجود اومده الان نعمل. کاملا ثابت شده که ام. یه خرافاتی بیش نیست به مهمه دیگه دوباره و بدونیم که شنونده باید عاقل باشه اگر اون فرض اون موضوعی که به گوش ما میرسه از این اون به دست ما میرسه بخوایم نگاش بکنیم ببینیم که واقعا چطور رو تشریح کرد اگه قابل تشریح نیست من چرا باید بتونم بخوام پیروش باشم من پنجم مورد میخوام بگم بعد بریم یه موزیک ویدیو خوبم با ببینیم و بشنویم جذابیت و تفریح هستش خیلی از افراد به سراغ خرافات ها میرن چون جنبه سرگرم کننده و جذاب داره مثلا در ایران من میشنوم که این کارو میکنن دور هم جمع میشن یه فانی بالاخره کاری انجام میدن نلبکی میذارن کاری انجام که خیلی خطرناکه خیلی شیطانیه خطرناکه. و هر چه قدم زیبا باشه ظاهرش هر چه قدم پوز دادنی باشه بتونه به دیگری بگی منم این کار کردم ها خب هر چه قدم زیبا به نظر برسته خطرناکه پیروی از خرافات ممکنه بخشی از یک سنت یا مراسم خاصی باشه که به ایجاد حس همبستگی اجتماعی هم کمک میکنه ولی آیا واقعا پیشینه اون چیه عقبه اون چیه باوری که امروز ما داریم من همین میخوام وارد نشم من نمیتونم وقتی <applause> ما یه قمر برنده تو سر بچه نوزاد آه میزنیم آه ای. توی ایران به خاطر که یه نفر 1400 سال پیش کشته شده و شهید شده واقعا چرا از نظر علمی میگن آفای شما به فرق سر بچه زدی اگر تو آمریکا این کارو بکنی شما برن زندان میبرن <applause> دیوانه خونه میگن چرا این کارو کرد با بچه ولی تو کشور ما میکنم متاسفانه هنوزم گرچه در اخبار میشتم که این کار نکنه مجرمید ولی مردم فالگیری میکنن در مراسم این گونه شرکت میکنن چون با آنها دقیق وقت میگذارن و خوشگذرانی میکنن اما به چه قیمتی ما باید بدونیم که ما با ارزش هستیم هر عقیده هر تفکری که به ضد انسانیت عمل بکنه هر تفکری اسمش چی هستش میخواد از واتیکان بیاد از عربستان سعودی بیاد از هر جای دنیا بیاد به ضد ارزش های انسان عمل کنه اون مردوده اون غیر قابل پذیرشه یه خدای واقعی اونو تایید نمیکنه ما به خدا باور داریم بله. ولی حتی عقل که شاید به خدا اون شکلی که ما باور دارن باور نداریم بعد فکر کنن که واقعا ما با ارزش هستیم ما انسان ما. ها با ارزش هستیم آره. حتی اقلگراه ها حتی اونایی که آتیست هستن کاملا باور دارن امه. که انسان و حیات انسان با ارزشه و هلو. ما همگی بر نهایت سعی بکنیم تا این ارزش و اهمیت رو برای انسان ها قاید بشیم بخواهم دقیقی راجب این صحبت کنیم حالا برای اینکه راجب دلایل رو ریشه های خرافه پرستی هایی که مردم چه رغبت دارن باش صحبت کردیم میخوام راجبی صحبت کنیم که چطور میتونیم از, رح... از خرافات رها بشیم و یا چطور میتونیم باورهای نادرست رو نه رد کنیم بلکه نابودشون کنیم اقلا تو زندگی خودمون از خودمون باید شروع کنیم من دو قسمت دو توش میگم بقیه شما بگین از اینجا اول آموزش و افزایش و آگاهی هستش اول نکته ای که به نظر من همه موافق هستیم اینه که بیشتر روی این کار بکنیم حتی روی اطرافیان خودمون خانواده خودمون که آگاهی بیشتری به دست بیاریم عرض کردم که در این دنیایی که با نمی کنیم خیلی از نکاتی که شاید پوشیده هستن در صفحات مجازی و در کتاب ها موجوده کتاب خانی طبیعتا بهتره ولی واقعا بازمون همون کی کتاب رو نوشته کجا نوشته ولی افزایش داشته باشیم آموزش ببینیم به خودمون به بچه به نسل بعدیمون بگیم نه اینکه لزوما بیام به ضد اون عقاید صحبت کنیم که ما این کار نمیکنیم توجه که بتونیم ولی اقلا بدونیم که چرا مثلا اگر ما اعتقاد داریم یا مردم اعتقاد دارن به شیعی به یه فردی که فوت کرده واقعا بدونیم چرا چرا باید اعتقاد داشته باشیم امروز ما میبینیم که افرادی هستن که فوت کردن از مقبره هاشون حرم ها درست کردن جاهای دیگه ما خب میدونیم را کی بودن اگر ما سکوت بکنیم نسل بعدی چیکار خواهد کرد <applause> نسل های قبل از ما شاید این کار رو کردن پس باید آگاهی داشته باشیم دوم تشویق به تفکر انتقادی هستش حتی چیزی که ما داریم اینجا میگیم همه نباید بپذیرن میتونم زنگ بزنم بگم آقای باقستانی خانم باقستانی ما با این مخالفیم یا نظر ما این هستش اینطوری بگیم بهتره و من فکر کنم که خودم میشناسم آدم آدمی هستم گوش میکنم هر نظر باور میکنم یعنی میپذیرم پس تحلیل و بررسی دقیقتر باورها و ادعاها به از بین بردن خرافات خیلی کمک میکنه میدونید چرا تو جوامع مثل ایران آدما نمیتونن حرف بزنن چون اگه حرف بزنن خیلی چیزا برملا میشه وقتی برملا میشه موقعیت اون کسایی که دارن این چیزا رو میگن در خطر بیفته حالا مالی فیم هستش هرچی که هستش به خطر میفته ولی ما باید یاد بگیریم که حرف بزنیم توی آمریکا مردم یاد گرفتن حرف میزنن دیدم شما امروز با دختر با صحبت میکردی میگفتی در این موارد تو محل کار حرف بزن خیلی مهمه که ما حرف بزنیم یادگیری چگونه پرسشگری و ارزیابی شواهد میتونه افراد رو از پذیرش خرافات باز بداره میدونید پس من نمیگم هر چیزی رو میبینیم زیر سوال ببریم ولی بعد بتونیم حرفمون بزنیم و بشنویم بله و مورد دیگه اینه که به منابع معتبر مراجعه درست. کنیم درسته؟, بله درسته. ما این روز هم قبلا کورکوران مردم باور میکردن چون منابع در دسترسشون نبود ولی این روزها کتاب ها هست کافیه گوگل گو 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 کنی یک اسم و یک شخص رو گوگل کنی تمام اداره سابقش اداره گوگل به ما پول راجب شما حرف سادیم. سابقش میاد بیرون چت جی بی تی الان خیلی چیزها رو ساده کرده و ف... تمام این منابع در دسترس ماست و ما میتونیم راحت تحقیق کنیم و پیدا کنیم سابقه افراد رو پیدا کنیم یا هر خرافه هر نظریه همینجوری کورکورانه باور نکنیم نپذیری. نپذیریم و تحقیق کنیم و شناخت خودمون ها و شناخت باورها رو افزایش بدیم دهیران. هم در زندگی خودمون هم دیگران امه. هم با اونها خانواده هامون نسل بعدی بچه هامون این خداگاهی رو تشویق کنیم و بذاریم که مردم تحقیق کنند بچه ها تحقیق کنند درسته. بعد باور کنند بله. دوباره در من بهش اشاره میکنم چون وقت باید سری میگذره اول تشویق به تبادل نظر و بحث های منطقی من اصولا با بحث زیاد دوست نیستم ولی اگر هم راجع مطلبی صحبت میکنیم بعد منطقی باشه میدونید منطقی باشه یعنی باور کردنی باشه قابل حذف باشه و یه فرایند دانش رو و افزایش آگاهی رو بتونه منتهی بشه و پس تشویق کنیم نظرات مختلف رو ببینیم و ششمی که میخوام اشاره بکنم مواجهه با ترس و استراپا هستش خیلی مهمه یکی از دلایلی که بعضی از اعتقادات خرافه پرستی و خرافه گویی و اینها تا به امروز رایج بوده ترسی است که مردم دارن میدونید من تو همین شهر داشتیم خانم محترمی که از اروپا آمده بودن مدتی با ما دوست بودن بهشون یه روز گفتم شما چرا هنوز اون باور خودتون دارید چرا چیزی که ما داریم به صحبت میکنیم ترسم. من گفتن اگه این کار بکنه فلان امام در قبل میلرزه عرضه یکی گفت میگفتش که همسرت فوت کرده تو قبل میلرزه ای باش. خب واقعا این کجا آمده اون عزیز حالا فوت کرده متاسفم ولی که میلرزه و من نباید این کار رو بکنم و بکنم از کجا به شما برشتسیده پس ما بتونیم بر ترس ها غالب بشیم بر استرابا غالب بشیم خیلی از وقتها ریشه خراف پرستیه با هستن و بتونیم مدیریت بکنیم اونها رو و تمام استرابا رو که با سلامت کمک میکنه که ما از خرافاتو هم فاصله بگیریم بله میتونید با ما تماس بگیرید با تیم مجرب ما مشاورین در خدمتون دهله. هستند دو یک کده امریکا از ما انقدر برای ایران میگیم که عادت کردم کد 347 464 3000 میتونید بخواید که با ما شما رو وصل کنند و ما در خدمتتون هستیم مره. و آقای آلبرت اینشتین گفته خرافات زایده ضعف بشر در فهمیدن و ترس او از ناشناخته است ای خدا واقع. آلبرت جان بر تنش شده <laughs> واقعا وقتی که انسان نمیفهمه چیزی و چیزی براش ناشناخته هست بله. این ایجاد ترس میکنه و ایجاد خرافات های مختلف شخصی برسته. هم گفته هنگامی که خرافات جایگزین حقیقت میشه تنها جهل و ترس باقی میمونه جهل و ترس, ترس باقی چیزی که در ایران ما شاهدش هستیم بله. در خیلی از کشورها هستیم به خاطر چی؟ به خاطر که خرافات الان بیشتر داره عمل میکنه نه واقعیت ها نه حقیقت ها حقیقت چیزیست که ما با وسیله شناختون آزاد میشیم میتونیم زندگی آزاد داشته باشیم ولی جهل و خرافات و ترس هایی که منتهی میشه از خرافات ها ما را به زنجیر میبنده زنجیری که شب نمیتونیم بخوابیم صبح نمیتونیم باشیم از خواب روزمون در ترس و خرافات هستش من یادم رفت اینو با خودم بیارم برای همین من موفق نیستم و یادم رفت اینو در خونه داشته باشم برای همین موفق مرتب در ترس و نگرانی هستیم بله پس حکمت بهترین دارایی ماست خیلی ممنون تا این لحظه با ما بودید وقت ما تمام شده تا فرصت بعدی که میایم با شما راجع به دیگه صحبت میکنیم شما رو به خدای بزرگ بسید موفق باشید هفته خوبی داشته خدا نگه دارد. روزه هفتم برنامه یزلناتان و نازنین باغستانی